با عرض سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون سپیده استقلال آزادی، این هفته در خدمت آقای ونی‌صدر به سوال یک دانشجوی محترم می‌پردازیم در رابطه با حقوق. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان گرامی. عرض کنم خدمت شما، در نامه‌ای که به دست ما رسیده جوانی خود رو اینجور معرفی کرده، سوالش رو اینجوری طرح: من جوانی هستم، 27 ساله در رشته حقوق تحصیل می‌کنم و از طریق یک دوست خود که در همین رشته فارغ التحصیل شده با تلویزیون سپیده استقلال آزادی آشنا شدم. جالب است نظر وی را بدانید. وی به من گفت کیانوش، کجای کار هستی که تمام آنچه را درباره حق و حقوق به ما یاد دادن باید فراموش کنیم؟ و از من پرسید آیا نظرات آقای ونی‌صدر را درباره حقوق انسان شنیده ای؟ وی گفت خود ویدیز از ابتدا از طریق تلویزیون با نظرات آقای ونی‌صدر آشنا شده و بعد به سراغ سایت ایشان رفته، کتاب های ایشان را مطالعه کرده و مطالعه آنها به ویژه کتاب حقوق انسان و قضاوت در اسلام را به من توصیه کرد. البته منظور آن بیننده محترم این کتاب هست که در سایت آقای ونی‌صدر از سایت انقلاب نشریه انقلاب اسلامی در هجرت درج شده و قابل پیاده کردن هم برای مجانی برای همه کسانی که علاقمند هست. و بله، مطالعه ای به ویژه کتاب حقوق انسان و قضاوت در اسلام رو به من توصیه کرد. راستش حق با اوست، باید هرچی به غلط یاد گرفته ایم را فراموش کنیم. تعاریفی که آقای ونی‌صدر از حق دادن قابل لمس است و هر کس کمی در درون خود تأمل کند آنها را باز می‌یابد. ضمن سپاس از آقای ونی‌صدر که دنیای جدیدی را حداقل به روی ما دو نفر گشودند، تقاضا دارم در قالب مثال‌هایی به من و دوستم و امثال ما بگویند چگونه آن تعاریف پرغلط از حقوق را از ذهن بزداییم و این تعاریف جدید را درونی کنیم و چگونه پله پله آموزش جدید را جایگزین نماییم. البته من یه تعجبی کردم و اون است که معمولا در رشته حقوق بیشتر از تکالیف بهشون یاد داده میشه تا از حقوق. اما به هر حال سوال جالبی است. عرضم به شما، خب این پاسخش یک جمله بیشتر نیست سوالشون. اونم این است که اون چرا که تاچون میده تعریف، هر تعریفی که زور توشه این تعریف عقلیست، یا تا بگیم که تعریف حق است به قدرت. پس شما اون تعریف ها رو جانشین کنید با تعریفی که زور توش نیست و هستیش از خودش داره. ببینید، حالا این جواب همینه. اگر این کار رو انجام بدهن، اون تمام اون غلط ها رو تصحیح میکنن. خب، حالا بازش کنیم این جمله رو. اگر تعریف زور توش بود، یعنی کلمه ها و جمله ها بنمایه‌شون زور بود، به ضرورت متناقض هم هست. اگر تعریفی که از حق ایشون خونده و ایشون آموختن بهش توجه بکنه که این آیا تناقض درش هست یا نیست، اگر بود این حق نیست، زوره، قدر زوره. مثلا یه قاعده فقهی میگه که الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، مردم بر نفس خویش و مال خویش مسلطن. پس این سلطه رو حق میده. اما ما میدونیم که مثلا این بر اموال خویش مسلطن یعنی این که میتونن این رو تحقیق کنن، یعنی همون چیزی که در مصاحبه قبلا هم گفتید، هر غلطی میتونن در این زمینه بکنن، با خودشون هر کاری میتونن بکنن. اگر اینه معنای حق نیست، ولی این زوره. شما اگر میگی افراد اشخاص بر نفس یعنی بر زندگی خود و بر عرض کنم که مال خود این سلطه داره، پس حق رو به سلطه تعریف کرده. سلطه هم یه رابطه هستی، رابطه قدرت.
اتفاقا تمام رابطه بابا همین مسلط زیر سلطت یه چیز دیگه نیست که خب میگه هر کسی بر مال نفس خودش مسلطه، یعنی میتونه زور بگه. حالا شما اینه بخواید جانشین کنید با یه تعریف درستی از حق، بخواییم زور زدایی کنیم به سلام، بخواییم سلطه رو برمیداریم، میگوییم هر کسی حق حیات داره. چه این حیات حالا حقوق انسان تابع این حق ها، این حق اولی حیات به این معناست که تحقق پیدا می کند وقتی شما عمل می کنید به اون حقوقی که ذاتی حیات هست. ذاتی هم به این معنا که اگر به این حق می عمل نکردی صدمه وارد می شود به زندگی. دو، هر انسانی مالک سعی خیش است. پشتور تو پشت نیست، استعداد من، کار من، مال من است، درست؟ حالا اموال هم دیگه من نیستم اونجا، بیرون من دیگه ماله، اون رابط، اون ترکیبشه میشه، اون هم میشه بده تصرف من در اون اموال، این پیروی میکند از حقوق من به عنوان انسان. یعنی اون رابطه قدرت با اموال جای خودش میگه به رابطه این با یک وسیله که بیکار زندگی میاد که حقوق مند است که رشد میکند. در جریان رشد من به غذا احتیاج دارم، به خورد و خوابیدن احتیاج دارم، به علم و دانش احتیاج دارم، به نامرین به وسائل اینا احتیاج دارم، این نیازهایی که در جریان زندگی پیدا می شود. خیلی این زور زدایی کردیم ها؟ حالا ما گفتیم که این اگر در بیان به اصطلاح بیان زبان و قدرت به کار رفته بود، این تناقض آمیز هم هست، همین الان گفتیم و تناقض این قول از ناس مسلطون علا اموالهم و انفسهم کجاست؟ تناقضش اینجاست که یک دوگانگی قائل می شود بین آدمی و نفس خیش، زندگی خیش. این دوگانگی یک دوگانگی هم قائل می شود بین انسان و اموال خیش، درست؟ خب این دوتا یعنی مسلمیت میشه که میگه این انسانی که من و شما هستیم محور فعالیم، خود این زندگی ما، خود زندگی ما و اون چه اموال داریم. حالا به این وسط از یه چیزی هم تناقض، یکی از تناقضاش اینها این که من سعی من هم یکی از حقوق من است که حق کاره، این هم غفلت میشه ازش، موسیقی از هم وجود ندارد، مستقیم با اون مال رابطه برگاه میشود که این به درد پولدارا میخوره. البته این در واقع هم این ساخته شده برای توضیح نابرابری ها در جامعه و اینکه پولدارا حق دارن که اون چی که دارن حق اونهاست. خب و این سلطه من بر حیات من یک رابطه مسلطه رو زده، اون کیه؟ من نفس من اون که اون انناس کیه جز این انفاس؟ خودی یکیه دیگه، یکیه. شما وقتی این دویت رو برقرار کردی این تناقض میگی برای اینکه منو میکنی وجود رو میکنی دوتا، یکیش ذهنیه
اجازه صدور اعمال که اون ذهنی اون من ذهنی بر من واقعی ما که واقعیت رو دارم چی؟ مسلط هست تا نقض روشنه هم اون من دوگانگیست اون من ذهنی هم مسلط هست بر من واقعی درست شد؟ کرامتی سلطگر بسید زیر سلط مقرامی که با این با یه تناقض آشکاره برای که من ذهنی ساخته چیز مجاز واقعیت خارجی ندارد اونی که هستم منم یکیه یک وجود دارم پس من نمیشه بر خودم مسلط باشم این تعریف حالا خیلی مبهمم هست برای که اون من ذهنی کیه این من واقعی کیه که اون برای مسلطه نمیدونم اون اول چیه که این برای مسلطه نهیه هیچ کدومش روشن نیست تعریف ندارد ببینید حالا ویژگی‌های دیگر باز میشه گفت داریم ما زمان ما کوتاه بریم بخواهیم مثال های گوناگون بزنیم برای من قبل است که به مثال های ببینید این قاعده فقهی که توضیح دادید توجیهگر اصلا رابطه سلطه زیر سلطه جهانی هم هست از این راست که مثلا آمریکا یه دفعه در ویتنام در ایران در عراق صاحب منافع میشه یعنی اون رو خودش رو میره که بر نفس بقیه ایرانی ها سلطه داره میتونه کودتا بکنه به مصدق کودتای خرداد 60 علیه شما همه رو تابع توجیه میکنه این قاعده فقهی بعد حالا این رو اگر برعکس شما اونجور که توضیح داده اگر این زور رو این سلطه رو بردارید جاش حق رو بشونید یعنی رابطه یعنی که حق باید اینجا حاکم بشه در تعریف زور نباشه در تعریف زور نباشه زور رو بردارید تمامی توجیه های این روابط زیر سلطه خارجی هم بیمحل میشه انسان میپرسه چرا برای چی شما آمریکا در کشور من باید منافع داشته باشید اصلا چرا جهان این نظام داره؟ چرا ماورا ملی ها برای چی وجود داره؟ چرا انسان ها تابع زورن؟ نه حالا ایرانی ها رو میگن ایرانی ها تابع زورن ولی در هر جای جهان که نگاه کنن این خواب و بیداری انسان ها در تابعیت زور میگذارن اینجا که گفتید امریکا منافع پیدا میکنه اتفاقا یک مرحومی بود حائری شاپا ایشون داستان کل بود داشت یک کتاب می نوشت راجب همین حقوق و کذا می آمد پیش پدر من مباحثه کنه مثلا هم هر اشکالاتش رد بعد اون وقتا صحبت ملی کردن نفت اینا بود دیگه گوه آقا این ملی که این مصدق چی داره میگه ملی کردن نفت ابناس مسلطونه علی الاموال و انفسه این دو تا ماده لازم است مجلس تصویب کنه ماده اول نفت ملی شد ماده دوم داستان کل مأمور اجراست خودش میداره دیگه حالا من یا اجاره میدم نفته مملکت ما رو میدید یعنی اون طبق اون قاعده تعریف به صلاح که از حق مالکیت میفرمودن خب این ملی کردن به اون معنا که مصدق میکنم یعنی چی؟ و حالا شما بیا بگو که الان این کشور خود ما آقا میگه ولیه چیز تعریف حقی ولیه امر بستیت دارد و جان و مال و ناموس مردم میگه خب این از به بسم الله تای دمتش دوره بستیت ولایت ولی امر یعنی صاحب اختیار صاحب قدرت و بستیت دارد و جان و مال و ناموس مردم یعنی این مردم هیچ صاحبه هیچ گونه حقی نیستن وقت اگر ایشون امری بدهد امر ایشون باید مطابق باشه همه زوره و واقعا اگر این در رشته‌های حقوق رو که این دو دانشجوی محترم مطالعه کردن و فهمیدن که حساسش همش بر زور باد رفت نبود آقا برسد این همه در روابط بین‌المللی در قراردادهای نفتی یه رابطه سلطه برقرار به ضرر ایران و صدای حقوق
روزگاری هم در نمیاد. حالا اگر هم بیاد سانسورش میکنن که در نیاد که اعتراض کنه. خب بر اساس این نوع تعریف حق بر اساس زور تعریف شده بود. حالا شما بخوای این رو زور زدایی کنی، اول میری سراغ کلمه ولایت. ولایت در اصل یک رابطه دوستی، یعنی یک رابطه که انسان ها بر یک دیگر یک رابطه برقرار کنند که شرکت کنند در اداره امور کشور خود بدون اینکه پای قدرت به میان بیاد. ولایت یعنی این تعریفش اینه. خب اول یک تقلب میکنه این کلمه رو، بهش یه معنایی میده که ندارد، میگه ولی امر، نمیگه قدر قدرت صاحب زور، ولی ولی میگه، ولایت میگه. خب این اول پس زور زدایی بکنیم میشود رابطه دوستی. خب این رابطه محتاج بستیت بر جان ما به ناموس مردم نیست، محتاجی که این نباشه، نتانم محتاجی، باید که این نباشه تا او رابطه دوستی بتوانه برقرار بشود با بقیه مردمی که اونها هم به نوبه خودشون صاحب حق ولایت هم میشه. رابطه حق با حق، اداره در امور کشور، حقوق شهروندی که همه انسان ها دارن، این حقوق رو به کار میبرن برای چی؟ برای اینکه کشورشون رو اداره کنن. دموکراسی شورایی که این در کتاب ارکان دموکراسی طرح این دموکراسی شورایی رو در همون قسمت اول اون کتاب داده شده که در اون کتاب ویژگی های حق رو توضیح داده شده، حقوق شهروندی بررسی شده و بسیار ارکان دیگر. خب دو مثال همین تو خانواده میگوید که شوهر ولایت دارد بر زن و فرزند. حالا در خونه اصل حقوقی هم هست، در فقه هست. حالا بدونم که دانشکده حقوق در این رژیم درس میکنم، ناچار همینا رو درس میکنم. بنابر اون اصل حقوقی ولایت به زن نمیرسد. وقتی هم که ما چون اینجا آقای خمینی در نفرشات گفت که زن هم میتونه رئیس جمهور بشه، وقتی ما پیش نویس قانون اساسی تهیه میکردیم، خب طبق این قولی که این آقا اینجا گفته بود و یه تعهدی بود دیگه در خطاب جهان گذاشته بودیم که زن و مردی که نامزد ریاست جمهوری میشوند این میشه کار باید داشت. ایشون هشت ایراد کرد با اون پیشنویس، یکیش این بود خودی خود اینه که شما که آه اونجا من محض مساعدی حرفایی زدم، ولایت به زن نمیرسه. خب ولایت به زن نمیرسه در خانه هم نمیرسه، طریق اولا در کشور هم نمیرسه. ولایت به زن نمیرسه یعنی اون باید در این رابطه حقوقی تابع باید باشه. از رابطه مرد با زن میشه ولایت مرد بر زن، یعنی اختیار مرد بر زن. خب حالا این زور زدایی بکنیم، بعد زور زدایی کنیم خانواده اصلا جاش جای علاقه و دوستیه دیگه. ولایت اول جای اصلیش که دوستیست، دوستیست. خب میشه نیاز به سلطنت نداره، اون این که اختیار او بر این جای خودشه، به معنای قدرت او بر این احتیارش به این میده جای این که زن و مرد متقابلا ولی یک دیگرن در اداره خانواده و هر میزان دوستی. این زور ازش رو دوری. حالا این به زن ولایت نمیرسد تناقض آمیز هم هست، چون این باید اول فرض کنیم که قول آقای ارسطو درسته، انسان زن دون انسان خلق شده، به این جهت بهش ولایت نمیرسه، ضعیف است به اصطلاح آقایان اهل فقه، به ضعیف نمیرسد. ولایت مال قوی است که مقادر تعریف میشه دیگه. حالا
این یک دروغ اون آقا ساخته، اینو باید بکنیم مبنا، این یه تناقض که این تناقضی بخواییم از بین ببریم رفت بکنیم، میشه باید که زن انسان هست، مرد هست، پس اون به زن ولایت نمیرسه، میره به کارش. اگر بگیم ولایت زن و مرد، هر دو زور گفتن به یک دیگر هست که اون دیگه چه خانواده تشکیل دادن است که چه جنگ نیست. پس اون زور را هم باید از اون با تناقض پیدا میکنه با تعریف. پس زور را هم باید چه کنیم؟ باید از تعریف حذف بکنیم. به طوری که بشه ولایت یعنی اختیار اداری خانواده در میزان بر حق دوستی، چون دوست داشتن حقی از حقوق انسان است. بنابراین استعداد اونسی که هر انسان داره بر اون مبنا که طبیعی است، حقا اون چیزی که در آدمی هست دیگه، شما همین حق دوست داشتن از انسان بستان، اولا ستاندنی نیست، نگرفتن نیست، میشه قفلت بکنه آدم ازش. اگر آدمی قفلت کرد از این حق دوست داشتن، استعداد دوست داشتن گرده نمیره، این خلل رو زور پیدا میکنه، تبدیل میشه به استعداد و دشمن سازی و دشمن تراشی و دشمنی کردن. این ویرانگری ها از اینجا میاد. اگر این اندیشه ایرانی ما هم اهمیتش همینه که اگر این بیان استقلال آزادی باشه، چون حقوق رو در بر میگیره و حق هم یکی از ویژگیشانه که زور درش نیست، وجود زور، حضور زور یعنی غیبت چی؟ حق. وقتی حق از حق غافلیم زور به کار ببریم، اگه حق خودمون به کار ببریم که زور به کار لازم بذاریم. حال شما بخواید نفس بکشی زور احتیاج داری به کار ببری؟ نه، طبیعی زور نفس بکشی، اما اینه بگیر اینجا زور به کار بردی برای اینکه نفس نکشی. به حق عمل کردن زور نمیخواد، به حق عمل نکردن زور میخواد. خب پس اون ولایتی که یک انسانی رو دون انسان میکنه اول، تابع زور میکنه ثانی، یعنی کافر میکنه از حقوقش، این تعریف نادرستی است، از حق ضد به تعریف حق. خب حالا آقا مثلا ببخشید، این دانشجوان که در رشته حقوقی که بر مبنای فقهی که اصل راهنماش سنویت به اصطلاح تحصیل میکنن، مرکب با سنویت بین حق و مسئولیت، یعنی حقوق و تکالیف، حقیقت و مصلحت هم روبرو هن، یعنی مرتب از قوانین مدنی این نظام پیداست که مرتب بین این دوتا یک تنویت برقرار و اساس توازن قوا، این رو چگونه باید بزدایند؟ حالا بیان مثال، یعنی به ذهن من رسید، ممکن شما مثال دیگر ترجیح بدید؟ نه، حالا شما به ذهن رسیده و گفتی دیگه وسط مصال بله مسیر عوض کرد بله، ولایتی رو، ولایت منتقی رو اعمال فرمودید. خب عرض کنم که حق، اگر شما به حق عمل بکنی، مسئله اصلا تو ذهن کسی نمیاد، ممکن نیست کسی که به حق داره عمل میکنه به فکر مصلحت بیفته، اصلا نمیاد به فکر. اگر نخواهید عمل کنید به حق، اونجا پای مصلحت میاد. مثلا کسی بخواد راست بگه، به این فکر نمیفته که مصلحت این است که بگم یا نگم، راست داره میگه دیگه. اما اگه بخواد راست نگه، اون وقت باید توجیه کنه دروغ گفتن رو، راست نگه یعنی دروغ بگه دیگه، دروغ که حق نیست، خلاف حق دیگه، بخواد این دروغ رو بگه، اینجا پای مصلحت بهش میان میاد. خب دروغ رو کی بهش میگه دروغ رو؟ دروغ یه رابطه هست دیگه، راست هم یه رابطه هست. اگه شما بخواستی راست بگی، میخوای با حق با هر رابطه برقرار کنی، میخوای دروغ بگی، میخوای رابطه خود رو دست قوا برقرار کنی. رابطه قوا یعنی که تنظیم رابطه با قدرت دیگه، اون قدرت میگه که دروغ بگی، مصلحت رو هم پس اون میسنجه. حالا حق گفتیم، همین الان گفتیم که بخوای شما به کار ببری، یعنی باید
زور نباشه. باشه حق به کار نمیبره. دروغ زوره دیگه. پس مصلحتی که ایجاب میکنن شما، اون میگه مصلحت این است که من دروغ بگم. این مصلحت قدرت میسنجه، چون شما میخوای یه رابطه قوا برقرار کنید که با راست نمیشه، با دروغ میشه. پس دروغ مصلحت قدرت میسنجه. اما یه مسئله مهمه اینجا مثلا هست که دقیقه به توجهش بهش بسیار مهمه، اون این است که مصلحت بدون خشونت نمیشود به کار برد. بدون زور نمیشه. دروغ زوره، شما میگویی، پس اگر نخواهی زور بدی دروغ هم نمیگویی. این هست که و مصلحت هم کاربرد روزانه داره در زندگی ایرانی ها. متاسفانه همه زندگی شو شده مصلحت، چون نمیخوان به حقوقشون عمل کنن، برای اینکه میخوان با قدرت رابطه تنظیم کنن. حالا خب پس اون در اونا که رشته حقوق میخوانن به این ظریف امر بسیار مهم باید توجه بکنن. اگر مصلحتی به کار بردنش ملازمه داشت با زور، من دارم میگم که مصلحتی که به کار بردن زور نباشد وجود ندارد، به عقل نمیرسد، تولید نشده است تا امروز، از این به بعد هم تولید نخواهد شد. حالا ممکنه بگه که آقا مثلا اگر شما رفتید فرض کنید در حضور این آقای مستبد جبار اونجا خواستی راست بگید، خب این ممکن دستور بده یه شهر رو کشتار کنن. اونجا حق گفتن سبب کشت و کشتار میشه. ولی که اگر شما دروغ و مصلحت آمیز گفتی، این از این کشت و کشتار چه رو گیری کردی؟ مثلا آقای رضا خان شما بری بگی که مثلا مردم این مردم چه میگن از شما، میگن که والا هر خونه خونه ها که میشنن اول آخر شما میگن فرش میدن به شما، میگه شهر کن فیه کن کن هر که فرشتت بگیری بکشید. و این مصلحته. شما چطور میگه که این مصلحت مثلا این خشونته و عرض کنم به شما هر راست گفتن خشونت زده است؟ ببینید این چون رایجه و بیانهای قدرت هم تو ذهنها هست، کسی متوجه نمیشود به این یه دروغ بزرگی. این که شما به جبار اگر راستش گفتی اون خب اصلا خیلی عادی ترشو بگیم، مثلا تو زندان طرف گرفتنش، زندانی بردن اونجا، ای باقی حقیقت بگیره ممکنه مثلا بگن او حکمش اعدامه. آقای حالا محمدی گیلانی هم که رفت راحت حکم اعدام میدن، حالا اگه جانشینی داشته باشه او راحت حکم اعدام بده. این میگه من دور راست بگم، این عرض کنم که ما منو خواهد کشت، پس دروغ میگم که اصلا هیچ عبدا من کار سیاسی عبدا اصلا من نمیدونم سیاست چی هست، من را شدی. این توجه باید اگر بشود به این امر بسیار داره. اولا اون جبار حقی بر شما نداره، هیچ حقی بر شما نداره، شما ملزم به توضیح به اون نیستید. همینجور این آقای رشخیم رژیم هیچ حقی بر شما نداره. یک که شما ملزم باشید به این، اگر راست بدی اینجور بشه، اگر دروغ بدی اونجور بشه. یک دو اینکه شما یک رابطه داری با حقوق خودت، یه رابطه داری با حقوق اون دشخیم. بوس که این رابطه رو میخوا با رابطه زور جانشین کنه، شما باید این زور رو او رو خونسا کنی. همین درست؟ خب چگونه خونسا کنی این زور رو؟ یه روش هست که قرآن میاموزد، مثل روش عمار یاسر در خیلی جامعه ها به کار میرود و
یه روش عمومی دیگری هست در نه به معنای از خود بیگانه‌ای که شده این چیه؟ نه نه نه، این که به کار میبره میگه تقیه؟ نه، اون که در معنای که در اصل داشته که میگه مثلا در شما حق رو بگو، منتها شیوهی که به قول برش به کار میبری اون شیوهی نباشه که اون زورگو میفهمه، چون تو زورگو دستگاهش دستگاه زورگویی نمیتونه حق رو بفهمه. بنابراین تو میتونی حق رو به ترتیب بگی که هم گفتی هم اون نمیفهمه. تقیه هم همینه که علی ابن ابی طالب فرمود مثل زنبور باشید که می نشینید بر گلها، که این در واقع حق رو بپراکن بگو بدون این که اون زورگو بفهمد. یعنی شما باید توجه بکنید که اون اصل راهنماش در حقیقت تکمیل برید. این در مورد گروه هایی که با هم جمع میشن و میخوان که عناصر باباکی درشون نفوذ نکنند هم بسیار مهمه ها این آموزش، چون اونی که مأمور اون دستگاه اون اصل راهنماش در حقیقت تکمیل برید زور ولیش اصلا برای این کار استخدام شده. این اگر این جمع از راهنمای خودشون موازنه عدمی کنن، رابطه خودشون رابطه حق با حق بکنن، به محضی که یه عنصر زورمدار میخواد وارد جمعشون بشه شناسایی میشه. به این ترتیب نه شما اون مصلحت دروغ مصلحت آمیزی گفتی، نه حتی حق رو نگفتی، کتمان کردی حق گفتی، و نه اون صدمه هایی که می تصور می شد وارد می شود. پس این شدنیه، شدنیه در جامعه های مختلف هم به کار رفته. مثلا پرش کن توی استبداد ها خیال می کنید که اینا دیوار های سانسور چجوری شکسته می شود؟ از اون ضعف اون دستگاه استبدادی که همش طرز فکر ها زورمداران هست، روش ها زورمداران هست، این استفاده می شود برای اینکه اون حق رو به بیانی بدی که اون نمیتوانه بفهمه، ولی اون که صاحب حق رو میفهمه. بسیار ممنون.